ناگا سایرن استرینت گین دیکریز فرام دو شیش تو دو چهار خواه الان همین ناگا جرش میده اینو مثلا لیول ده تالنت ریپ تایت دمیج از سی تا تاجه بیست و پنگ اوکی یه ذره ناگا نرف شده ولی با این تالنت بلاتورن من فکر با این بلاتورن جایده من هنوز فکر میکنم ناگا بد میزنه واقعا پاره میکنه ناگاف کام هنوز قویه نیچر اجیل گین از 34 شده 32 بیس از 75 شده 0 باز این بیس مارجینه خیلی اوکی بیس اجیل واقعا برای نیچر اونقدر فکر نمی مهم باشه چی میگم اجیل گین هنوز همون شته و حالا مانا شاید یه ذره اذیت کنه خیلی اونم بعید باز به نظرم هنوز نیچر خیلی قویه اه... نکروفوس دید پالس باناکاس از ۱۶۶ را ۱۵۰ ساسته اوه اوه لیویلیکش ۱۵۰ تا دیگه رفته روش خب هارتستاپر آورا آقا از 55 پنج درصد ۵۰ درصدش الان میگیره اوکی یه ذر آقا نیمش کم شده چیز خوبی آدرس کردن برای نرف کردنش ریژن ریدکشنش هم تنش 30 درصد شده 25 درصد نیکروفوس هم به نظر خوب ضعیف شد دیگه دیگه واقعا خوب ضعیف شد الان خیلی با دیگه و اوپی نیست واقعا اه... نایت ستاکر، بیس مالا ریژن اینکریز فرام صرف تا 25 اوکی مالا ریژن داره الان ماناکاست وید از 90 تا 110 شده 90 تا 105 واقعا 5 تا تو بقیه لیول اومده پایین اه... آیس فراک برحالی هانتر این ده نایت آقا شارد مکس هلف ری ستور دیکریز فرام سی و درصد سی درصد پنی درصد شاردشو ضعیف کردن دارک اسنشن دمیج از سی و پنج هم شده سی یه ذرم تلنتش رو ضعیف کردن معلوم الان خواستن هیرو رو قوی کنن ضعیف کنن چکار مواسم کنن نیکس اساسی نو لانگر ریکوائرز نیکس اساسی تو فیس دایرکشن ون کستینگ سپیل هم احتمالا اون ترن ریت توی اون ترن ریت داشته که حذفش میکنه 6 درصد اسپلمپ رو نمیگیره به جاش 75 تا ونتدا دمیج میگیره آخیش آره بابا با این اسپلمپ چی بود 6 درصد لول 10 تالنت میگرف یا بعد میدادن لول 15 20 اینا یا بعد کلا حذف میکردن بهتر حذفش کردن اوگر مجای اه... مدالو نداره نرف برای نیچر سال میدال هم نه این همه آیتم بیل داره نیچره به نظرم ای توس یا خیلی آیتم بیل دیگه اوکی هنوز اه... اوگر مجای ایگنایت دی پی ایس از 16 شده 15 تلنتش خب 250 تا هلت ریپلیس شده با دو ممیز یک دو چی شده؟ دو ممیز صف ممیز صف یک صدام صد درصد دامبلاک مکس مانا هلت ریجن پر سرینگت آها دو تا مکس مانا یک صد و اینجوری بعد اون وقت شانس چیز زیاد نمیکنه شانس مولتیکست رو دیگه زیاد نمیکنه این دو ده هم مانا, مانا یک صد و اینجوری مکس مانا و مانا پر خب اگه شانس چیز رو زیاد نکنه مولتیکست رو زیاد نکنه با حال نیست هستن در این تلنتش گرفتم فهمیدم اومنی نایت گاردین انجل ناو سینگل تارگت ابیلیتی ویده 900 تا کس رنج کس رنجش زیاده ماناکاستش کم شده شده 100 تا دیویست 160 تا 120 کولدان شده دو تا شارژ هر شارژش هم 80 تا 60 ثانیه کولدان آقا نیم سپتر الان به جاش یه شارژ اضافه میده سه تا شارژ میشه اینکریز کسترنج تو گلوبال اند آلویز کست گاردین انجل آن اومنایت از ول از ده تارگیت well <applause> خیلی قوی ترم شده اومنی چت خیلی از پچه قبل قوی ترم شده دو بار میتونه خود شیش بندازه مانکاستش کم شده آه. فقط یه داستانی که داره مثل پچه قبل نیستش که مثلا اگه یوزلس بشی مثل سگ تو لاین بخوری مثلا بگی ایراد نره تا تایش دو شیش میدم دیگه الان اون شیشه رو گلوبال نمیدی مثلا به یه نفر یا دو نفر میدی چرا اونم به دو نفر میده کافیه دیگه تو پوزیشن مثلا خیلی قوی ترم شده سی سانی گاردین انجل کولدان شده منفی پونزه سانی گاردین انجل شارج ریستور تایم وای باز گیم خیلی به نظرم قوی تر شده اومنی اومنی دیگه واقعا توالت تو رو بکشید تا نرف نکردن اومنی بکشید بکشید جر بدید بکشید پاره کنید واقعا اومنی فورد وین الان اوراکل چی؟ کس پوینت فلیمش بازم کمتر شده فالس پرامیس کس رنجش کم شده توی لیول های بالا لول 15 تالنت فورشون انز دمج ریپلیس ویت 60 تا انمی دمج اور الای هیل پر افکت دیسپل بای فورشون. آها الا هر چی دیسپل کنی 60 تا دمج یا بیشتر میزنه به هر افکت که دیسپل میشه یا بیشتر هیل میکنه اگه چیزایی باشن که زیاد دیسپلیبل باشن تو گیم این چیز بدی نیست وگرنه پیوریفاین فلیم پول داد اوراکل هم با پاوی سولار کرست فکر میکنم که خیلی قوی باشه این پچ الان با تعجب نوع آیتم بندی ساپورت ها و راکل هم دوست دارم ام. ولی رو امنی من اصلا فیلاکتری میلاکتری دوست ندارم عین بیلد عادی اکوسیبر، هارپون بیلینک حالا بعدش هرچی خواستیم بخریم ولی اصلا به نظرم فیلاکتری رو نخریم همین اکو شارت اکو شارت بینک یا هارپون ساپورتش که اصلا توهینه فقط با کور بازی کرد اومنیا آه... آت ورد دیسترویر سنیتی ایکلیپس ریدیسش از 400 600 450 تا 600 لیول 20 سترنگت ریپلیس بید 20 درصد اسپل لایف استیل تلنت استرنگت ها رو دقت کردین دارن اکثرا ور میدارن خصوصا تلنت های لول ده و هرچی استرنگت بود ور داشتن تقریبا نداریم دیگه یه دونه فکر داریم اودی هم الان به نظر من بیگ دابلیو پچه سر آیتم های جدید کلا این آیتم میتیور همه رو به من فیل بود این حتی رو اودی هم نهیدم بخرم نظرم من فیل بود ولی اون یکی آیتمه پار نمیدونم چی اون اون قوی بود واقعا با ویچ بلید پنگولیر چنگولیر بیس هلت ریژن اینکریز فرام 25 تو 75 ست هلت زیاد کردن شیلد کرچ دمیش تایپشو فیزیکال کردن کولدان این بال فورم الان شده 9-6 برسه اولتیش دیگه اون تلنتر رو برمیدارن برسه اولتیش این کولدانش کم میشه تو اولتی بسید لیول اولتیش لیول پونزه تلنتش جاری شده و هشتاد تا شیلد کرش بریر پر هیرو که خب الان دیگه همه رولینگ تاندر دیوریشن رو میگیرن دیگه اینا که نمیگیرن شیطونک همه الان اون یکی رو میگرفتن ست تا شیلد کرش بریر پر هیرو ریپلیس وی پنج تا شیلد کرش ریدیه سیمبالا پاراسما آفرین پاراسما اودی و پاراسما الان به باگشه فانتوم اساسین اینتلیجنس گین اینکریز فرام یک و هشته هم تو یک و چهارده تو یک و هفته بیس مومنت اسپید از و سی سده پنج شده سی سده ده نو لانگر پروفایز لایف استیل من نیم واقعا آیس براک چه فکری میکنه یه ذره این هیرو داشت پیک میشد سر لایف استیل دوش بود اینا ورداشتن ریده شد تو هیرو دیوریشنش رو نیم ثانیه اضافه کردن خب اون دیوریشنش بکن تو کوچت واقعا فن آف نایز تایپش از پیور تازه شده فیزیکال پیور هم نمیزنه مکس از 16 شده 25 درصد واقعا نمیفهمم پی پی تو کله دیولوپر های بلده انگار این اصلا این, این نمیدونم ضعیف بود ضعیف تر شد هیچ پیکش نمیکنه اینتلیجنس گینش از دو شده یک و هشت آقا نیم سپتر نو لانگر اینکریز از سلو مگه زیاد میکرد حالا دیگه اونم نرف نرف هشتا استرنگتش الان ده تا فانتوم راش اجیلیتی میده اینا این استرنگتش رو دوباره ورداشتن اسپید لنس کولدانش از یک کامی شده یک چرا اینو نرف کردن اینم خیلی پیک نمیشد وین ریتش هم خیلی بالا نبود نزدیک پنجا پنجا و, پنج و یک بود. اینم ضعیفش کردن خصوصا این پچ که میولنی رو شیوا و اینا قویه اصلا فانتوم لنسر فکر میکنم کسی جورت کنه پیک کنه همه هیروهایی که جلوش خوبن الان قوی هن اه... فینکس فایر اسپرید پروجکتایل اسپرید اینکریز فرام 900 تو 1000 باف سرعت دوشه بیشتر کردن سانری شارد موومنت سپید سلو از 12 درصد شده 10 درصد اوکی خبری نیست فرقی نکرده 6 درصد اسپل اپلیکیشن شده ایکاروس دایو دمیج پر تلت بدی اون یکی چیه ایکاروس دایو سلو ایکاروس دی پی این خیلی نرف بدی بود این باید. در کل نرف دادم بهش ولی خب کام هنوزم هم شیرا رو بازی کرد همون کانسپتش ضعیف تر دیگه uh... primal beast rock throw max travel time decrease from زودتر الان سنگ میرسه fragment flight distance از 600 شده 525 uh, flight time decrease from زودتر هم باز رو هواس impact radius هم بیشتر شده شارش رو کلا قوی تر کردن دیگه هم زودتر میرسم ای وی بیشتری میزن ایلوسری اورب پاک گولدانش یه ثانیه کم شده قوی شده وینینگ گریپ سایلنس یه ذره بیشتر شده تلنتش این هم باز 25 دمش بیشتر شده پاک و یه ذره باف دادن پاچ تلنت آرمورش از چهار شده پنج تلنت میکوگیش هم از سدید شده صحب چلی. یه ذره تلنت های پاچ هم قوی کردن خوبه پیمان رو خوب دارن قوی میکنن و این پچ چت اه... میساق دونیت کرده نوشته آقا الان امنی با آقا نیمش التیمیتش میشه سه تا درست و به گلوبال شده یعنی اگه ریفرش داشته باشه شیش بار التی میزنه ببین ریفرش اینطوری که سه تا شارژ رو ریفرش میکنه اگه سه تا رو بزنی ریفرش کنی میتونی سه تا دیگه هم بزنی مثلا اگه ولی یکیشو بزنی ریفرش کنی دوباره شارژت میشه سه تا اینجوری آره شش بار بزنه خب ریفرشر واقعا بیلده منطقی نیست روش سه تا بسته دیگه سه تا داره بهت میده که ریفرشر نخری دیگه اه... سه لیت گیم شاید ریفرشر مثلا دو بار دو شیش بده اه... فاگنا بیس اجیلتی از 24 شده 21 کولدانش از 35 شده 40 بیستا تا مومنت سپید ریپلیس شده و 10 درصد دیکرپیفای مومنت سپید تو الای نرف کردم پاگینا رو فکر میکنم هنوزم پاگینا قوی باشه راستش این خیلی نرف مهمی بود سه تا اتک تو لاین ازش کم کردن خیلی مهم بود واقعا توی تریدی که داشت سر رنجش همه رو میزد زاپورتارو رو الان باز خیلی بهتر شده کوین آف فین استراک آنیم سپتر ریدیس از 465 بیل آنیمش رو ضعیف کردن از ماناکاستش از 100 تا 130 شده 120 خیلی ماناکاستش زیاد کردن نمیده کسا کوین هرچی چی قوی بود تموم شد مهم نیست که لول آخرش 120 باشه لول یکش مهم بود که میگرفتن باش لستیت میزدن الان اندازه لول سه قدیم باید مانا بدی اسکرین آف پین لول به بخوای بگیری اصلا نمیارزه لول یک الان دیگه اینو بگیری شاید استراک هم که کلا نمیارزه بگیری کلا نمیارزه هیرو رو بازی نکنید به نظر من آه... هشتا استرنگت شده 10 تا شاید استراک هیل پرتیک دوباره استرنگت رو ورداشتن دمیج شده 20 تا سونیک ویو کولدان الان 45 ثانیه شده بهتر شده سونیک ویو دمیج هم 200 شده 250 تا بازم بهتر شده ولی خب هیرو رو به نظر من Uh, حالا تو لینینگ استیج اگه در بیایید ازش اوکی ولی توی رنگ های بالا به نظرم این هیرو خیلی بد شده لینش خیلی ضعیف شده تو رنگ های بالا که پانیش میکنن رنگ های پایین تر حالا شاید خیلی این حس نشه نمیدونم ریزر uh, دمی... استاتیک لینک دمیج درین ری دیکریز فرام 7 تا 22 5 تا 20 لینک دیوریشن ولی از 5 تا 8 شده 10 ثانیه کم کردن ریتش رو زمان بیشتری الان باید دمیج بکشید اگر زمان بیشتری بکشید دمیج بیشتری هم میکشید اگر نه که خب دمیج کمتری میکشید یه ذره نرفه من نظر دارم استوم سرج از 45 تا 150 شد 40 تا 160 خب اولش ضعیفتر آخرش قویتر مووسلو از 20 تا 35 25 تا 40 یه ذره اینش قوی شده تا اجیلتی دیگه نمیگیره 10 در درصد اسپل لایف استیل میگیره اسپل لایف استیل رو میخواد شکار کنه هیرو چهارده تا اجیلیتی رو رفت تا سرنگت هم نمیگیره اجاش استاتینگ لیک استیل یه دونه آرمور پر سکند حالا اینو شاید پنج تا استاتیک لینک دمیج پنج آرم خراب کردن این رو رو نمیدونم این به نظر من در کل نرفه خوشم هم تغییراتش تریکس آف ترید مانا کاستش از پنج پنج شده چلا پنج تو هفت و دو پنج اوه هفت و دو پنج خیلی زیاد مانا کم میاره ریکی این هم یه جورایی ضعیف شده تو لنگستج زره بهتر شده ولی خب در کل ضعیف شده روبیک، اینتلیجنس گین از 101 شده 3 و 7 خیلی قوی شده نیم تا خیلی زیاده گ... گین تلکنیز کلدان از 28 تا ۲۱ شده، 24 تا 15 7 ثانیه کم شده، 7 ثانیه، سی درصد کلدان یلکشن گرفته تو این پچ آنیم شات رو دیستنس از 5 درصد شد 35 درصد این این نرف شده که مهم نیست پروژکتایل اسپید اسپل استیلش 1500 سریع تر اسپل میرسه دستش این هم قوی شده الان لول 20 تلکنیس دیستنس و کردن تلکنیس کولدان دوباره چهار ثانیه دیگه هم کم میکنه میشه 11 ثانیه چه انیه 12 ثانیه تلکنیس کولدان الان شده 400 تل... تا که خیلی روبیک قوی شده خیلی قوی شده روبیک هم از نظر من بیگ دبلیو نه روین ریت چقدر روبیک الان ترند اه... ترند 47 هنوز نشسته وین ریت ها بعید نه خیلی قویه تو پرو که هر کی روبیکو کشید برد توی اخ. توی میجر که هر کی روبیکو کشید برد حالا اینجا هنوز مونده به نظر من روبیک خیلی قویه سنکینگ بیس اینتلیجنسش از 19 شده 17 ضعیف شده با استراک دمیج از 80 تا 260 شده 80 تا 260 تا هنوز ولی آ لول 2 140 لول <laughs> 2 10 تا <laughs> 10 تا دمیج لول 2 بیشتر میده بچه ها بقیه این پچه قبل چیز احمقانه تر این چیزا بیس دمیج دیکریس فرام 70 تا 130 تو 50 تا 110 اینم نرف شده که تنت سند سور دمیج پر فرام 20 تا 15 اینم نرف شده واسه چی موند برای هیرو چی نمون برای هیرو که داداش خسته نباشی واقعا خب سنکینگ هم ریدن توش رفت این اصلا هیچ منطقی داره 80 و 130 50 تا بهش اضافه می شده بعد 70 تا بهش اضافه می شده بعد 60 تا بعد الان 80 تا 140 60 تا داره بهش اضافه میشه بعد این 60 تا بعد 60 تا ها این منطقش رو درست کردم این چه منطق احمقانه ای بود قبلا داشت 80 30 200 چی بوده دیگه 80 100 200 درست کردم عجب شایدی من ایلوژن دمیج از 3 تا هفتاد درصد شده بیس تا پنجا درصد آها الان دیگه تو بهترین حالت دوتاش اندازه خودت به دمج میزنن ایلوژنز نه هف هفتاد تا بونس بیس دمج الان اگه از هیروهای ضعیفتری که حتی که هم بالاترم نیست یک ایلوژن بگیری اون ایلوژنه باز دمجش خوبه ولی خب دیگه مثلا از هیروهایی مثل لونا و نمیدونم این شکلی که ایلوج هم میگرفت خودش رو میکش دیگه اونطوری نیست کم تر دمج میزنه قبل از 150 درصد دمیجو میداد الان 100 صد درصد دمیجو میده دوتاش خب شایدیم شاهدهم پروجکتال اسپید هم زیاد کردن الان سخت داج دادنش اینش ضعیف شده اینش قوی شده همونه بیس دمج دیکریز بای 5 شادو فیند بیس اجیلیتی اینکریز بای 5 از 20 به 25 شادو فیند شادو فیند کنه داداش اسف و داداش اسپم کنه وقتشه به نظرم پنج تا اتاک سپید اسف آه... هم قوی شد شد شمن بیس آرمورش یه دونه زیاد شد که خب این تو ترید لاین خیلی کامل کشی کنه آقا نیم شارد سترند الان چند شد شمن چیزش آه... استش آرمورش آرمش پنج و هفته چقدر آرمش بیشتر چیزی که فکر میکنم چهار هفته هم فکر میکنم باشه نزدیک 6 آرمورش بد نیست آقا شار سرپنت وارز دیریشن از هفت ثانیه شده شیش ثانیه شاری زیزر ضعیف شده دو ثانیه هکس کولدان الان شده ده درصد هکس دمیج امپلیفیکیشن یکی چیه شکل دمیج ولی سر این یه دونه خیلی به نظرم خوب شده بهترم شده اکچولی Uh, آره این مشکل که سوی و اولو سخت بود لستید کنه الان اتک سپید داره شده آه... سایلنسر گلیوز آف وینزان ناو دیلز مجیک دمیج رد دازن پیرس دیب آف ایمیونیتی دیس میکس ایتس دمیج افکت دیب آف ایمیون انمیز بات ایت ویل بی ریدیوست بای مجیک ریزیستنس خب این که قانونش هستن دوی چی از پیور شد مجیکال ضعیف شد فقط برای فارم قوی شد که اونم به درد نمیخور هیرو باش نمیزنه اینتلیجنس تو دمیج اینکریز فرام 15 تا 75 درصد تو 20 تا 80 درصد فقط هم از 75 کردنش 85 درصد فقط زیاد کردن چیزشو نمیدونم سایلنسر واتور Esdrin کراش از 350 شد 125 رید ایسش ترنت اسرین کراش دمیج از 150 شد 125 ضعیف شده ضعیف شده کول هم از 4 ثانیه شده 3 ثانیه ترنت لول 20 بازن اسلاردار فیم کام قویه انقدر اسلاردار مید من بازی کردم تا آخر تو میجر دیگه جا افتاد دیگه اسلاردار مید میکشیدن ملت دقت کردم یه دو سه ماهی طول کشید تا متای اسلاردار میده داداش جا بیفته توی پرو ولی بالاخره اونم جا افتاد تنها چیزی که به نظر من از متایی که اسپم کردیم درستا بی جان افتاد تو پرو امنی آفلین بود که اونم واقعا بد بازی کردن اونم اگر با بیل خوب میرفتن جدی اونم متا میشد حالا الان تو میجر بعدی اومنی میبینیم اگه این اومنی همینجوری سر پا بمونه استرنت گین اسلارک از 19 شده 21 اینتلیجنس گینش از ای میگم 19 از 1.9 شده 2.1 اینتلیجنس گین 1.7 شده 1.9 دو دهم ده گرفته تالنت شادنس ریجن هم از 40 شده 50 بازم دارک پک دمیج میگیرن دمیج اینکریز فرام 25 تا 100 30 تا 105 مورتمرکی سیمپکت از 160 تا 120 تا 180 تا 360 <applause> این خیلی زیاد شده خوب سنپ فایر دابلیو واقعا خوبه پیمان رو قوی کردن اه... اسپکتر بیس هیلت ریجنش از دو شده یک اوک دیسپرشن مینیموم ریدیس از 400 شده 300 اه Reality now only triggers one cast of spectral dagger per illusion. مای قبلا چه جوری قبلا همین نبود یه دونه اسپکترال دگر میزد دیگه با هر ایلوژن منظورش چیه من اینو متوجه نشدم چت شما فهمیدین هانت کولانش ولی هانت قوی شده اگه برمیگشتی یکی دیگه میزد جدی من اصلا نمیدونستم اینو خب این هیرو رو هیچ نرفی دوباره بهش ندادن که دوباره همونه که خب به جهنم که اگه برمیگشتی یه دونه دیگه نمیزنه واقعا خب چیکار کنم؟ از هیرو همونه هنوز خیلی قویه و از بلید میلم ضعیف نشده. آشا همونه. چه داستانی داریم اسپکتر به نظرم هنوزم همونه. پنج تا حالت لول 10 شده 100 تا دزولیت الای رادیوس منفی 100 تا دزولیت الای رادیوس این هم چیز خفنیه تلنتش نمیدونم اسپکتر رو اون نرفی که دوست داشتم و اصلا ندادن بهش اصلا ندادن بهش استریت بریکر هم بولدوز چه عجب اینا بولدوز رو نرف کردن موومنت سپید بونس از 10 تا 25 شده 8 بابا بولدوز رو درست حسابی نرف کنید چیه این کولدانش رو زیاد کنید دیوریشنش رو کم کنید استاتوس رزیستش کم کنید هیرو همون شته دو درصد اینجا کم شده پنج درصد وای کمک همون همون شته هیرو قشنگ اصلا باورم نمیشه لیول 20 ترانی تا گریتر بشتمه شده 17 درصد گریتر بشت چنس بعد 204 اف دارکنس شده بولدوز از 400 تا آل بریر بعد لول 25 20 درصد درصد گریتر وش دمج 500 تا آل بریر شده 204 یعنی الان لول 20 گریتر وش چنس رو میگیره لول 25 گریتر وش دمج رو میگیره وای, هی... وای هیرو سیم شته حتی تلنت بولدوز کولدانش هم عوض نکردن یعنی کولدانش همون توالتیه که بود یعنی دوباره الان میشه اوکتارین میداس خرید باش و همون توالت رو پیاده کرد کمک واقعا دلشون نمیاد انگار اینو نرف کنن اینم معلوم نیست آخرام از پچ حداقل یه هفته بگذارم من ترند رو چک کنم خیلی بعید بدونم این الان اینطوری باشه اگه اینطوری باشه که خوبه چه لرز نه وین ببخشید وین 47 46 46 45 والا اگه اینجوری باشه که خوبه یعنی نرف جواب داده ولی من فکر میکنم دوباره وین ریتش میاد بالا یه پچ استیبل شو از اون حالت هر جو بیاد الان اصلا عددا قابل استناد نیست چت اصلا بعد یه هفته صبر کنید بیدل شاد شده 5 تا دیوای میزنه دادش اون تو دمو هیرو شکلت برم اون تو دمو هیرو این کارو میکنن تو بازی واقعی نمیتونی اون کارو بکنی 5 تا دیواین با یه دونه خنده بزنی ارزم با حضورتون که استورم اسپریت ریمننس اکتیویشن تایمش از یه ثانیه شده 75 زودتر زودتر میتره که خوبه باف 20 اتاک اسپیدش شده 150 تا اتاک رنج ای دیگه اتاک اسپید نمیگیره اتاک رنج میخواد چیکار نه اتاک اسپیش خیلی خوب بود اسمن اینتلیجنس گین این چیز فام یک و سه تو یک و نیم قوی شده استورم همه را سپتر ناو و اینکریز از دمیج بای 180 ایف سوین تراولز وید دست اگه خودت هم با استورم همه بری چون اینو خیلی اصلا چیز اکتیویت نمی کرن. 180 تا اضافه تر هم میزنه وارکرای آقانیم نیم شارد پسیف آرا و آلسو پرووید 3 درصد موومنت سپی چه جالب پسیف 3 درصد مومنت اسپید میده شاردش اسفن ساپورت ایز بک حتی اسفن کری اکوس هم قوی شده براش تلنت وارکرای دیوریشن از 3 ثانیه شده 4 ثانیه نایس وارکرای مومنت اسپید هم الان ها ولی عوض شده شده 20 درصد گایسترینگ اسلو رزیستنس آه وارکرای آرمو اوه بازم وارکرای آرمور وارکرای دیوریشن و بگیریم نصفه خوبه الان اوکیه خیلی خوبه حالا آقا نیمشو خرید نخریدین نخرید مثلا بیروش خوب باشه تکیز بلاتفا بلاستاف اچ بی کارنت اچ بی سلف دمیج از 35 تا 20 شده 20 درصد اوکی بافه خیلی زیادیه برای تکیز کلن 20 درصد کارنت اچ بی که کم میکنه ولی خیلی دمیج میزنه Uh, اسفن ساب مه اسفن کری خیلی بهتر ساینیک پروژیکشن که آقانی باشه الان دیویست تا دمیج میزنه اینستانتلی اپان ارایویل اند اکتیویت ست ترپ از ایفیت واس فولی چارج یعنی تو ترپ و بلا فاصله بکاری و پروژکشن uh, بزنین روش آقانیم بزنین روش یه جوری می تره کونتش که انگار کامل شارش شده هم دیویست تام نمیج سر میزنه روش خوبه آقانیمش رو قوی کردن تروبل دیمنزیل نه اپلایز تو ریفلکشن ایلوژنز وید پنجاه درصد افکتیونس شاردش که بود سری میشد اتک اسپید و موومنت اسپید و اینا میگرفت الان اینو به اون یکش که میزنه رو انمی یا رو انمیه با سرعت بیشتری خودش رو میزنه چه باحال ترور ویو ویو افکس اف نا فالو سر بده او یعنی الان تو میتونی ویو رو بزنی بعد بیلین کنی به جای اینکه کنی ویو بزنی اگه اینجوری باشه ملت به بیکی بی نمیرسن تست میکنم تالنت ریفلکشن ریفل، کولدان از 3 ثانیه شده 4 ثانیه بهتر قوی تر شده با شارش که قویه 275 تا هلتش هم شده 20 ثانیه متامورفوسیس کولدان باحال شده من ترور بلید رو چک بکنم توی دمو هیرویان الان من اگر آقانیم بخرم باهاش خیلی این قویه ها تو لیت گیم اگه من بتونم ویو و ترور ویو بزنم بیلین کنم نه اینکه بیلینگ کنم تازه ترور ویو بزنم <تصفح> مثل سوی اینا می دیگه آه, آه... آره وای این خیلی قویه خیلی قویه خیلی قویه خیلی قوی تره الان دیگه به بیکی بی, -بی نمیرسیم قبلا باید بیلینک میکرد اینجا مثلا تو فایت مثلا میکرد اینجا بینیک میکرد تو فایت اینو میزد بعد تو بیکی بی میکردی میزدیش ولی الان دیگه نمیتونی این کارو بکنی الان اینا میزنه بیلینک میکنه فیرت میکنه ریدم اینجا ولی اینجوری ببینم اگه این خطه ازش رد شه دیگه کار نمیکنه نه ببینم آ نه نه به حتما خطه تاچ کنه اینم یه ذره تریکیه ولی خب کاری نداره یا اینجوری چه چیز خفنی خیلی خب تیبی هم اینش قوی شد آخر باز یه نرف خیلی جالب یعنی چه یه باف خیلی جالب دادن دیگه دیمنزیلش اینش خیلی که بافش نکردم ولی بافایی که دادن باحال بود اه... از روش بپر آره مثلا با تامبلر توی حفیه حذف شده از روش بپریم اه... تایدانتر گاش مانا کاستش کلن شده 100 نایس دید این واتر اتکس تو دیستروی دیکریز فروم پنی تو چار این که شاردش بود چهار تا اتک میخواد دیسترویش ضعیفش کردن میتیور همه هم که ریدن توش الان تاید نمیتونه بخره تاید هم فکرم حذف شد کلن از متا انکر اسمش دمیج هم الان از 25 درصد نمیدونم تایدم اینشو که ضعیف کردن تنها نکته تایدم این بود که میتیور همر بخره اونم الان دیگه نمیتونه بخره نمیدونم تایدو چه جوری میشه بازیش کرد مگه اینکه یه ای آیتم بیلد جدید براش بیاد مثلا همه همین آره با دزل ددالوسی چیزی تیم ورسا بیس استرنگتش از 25 شده 27 استرنگینش از 32 شده 3 و نیم نایس ریاکتیو وارما مکس استکس از 10 تا 40 شده 15 تا 42 نایس استکس پر هیرو اتک از 2 شده 3 تیم ورسا ایز بک ببین با همین تغییرات کلا تیم ورسا ایز بک حالا لول 10 هلت 200 تا هلتش شده دو دهم ریاکتیو پر 6 ریاکتیو استکس دیوریشن ریپلیس شده با 6 تا مکس به علاوه یه دونه هیرو اتک آن 6 تا مکس اتک با یه دونه ریاکتیو آرمور استکس هیرو هیرو ها علاوه اتک بهش بدن مثلا 4 تا 4 تا پر میشه اونه کیش ویلینگ دث استتلاس او اینا خوبه تیمبر از هم کلن بکه اون چیزم هست ویل آف دیسکورد هم براش عالیه تیم برم بکه بسیار عالی تینکر لیزر کس رنجش از 600 شده 450 150 تا اینجا کم شده هیت سیکینگ میسایل رنجش از 2000 شده 1500 500 تا رنج این کم شده ریارم الان 25 درصد مجیک رزیست میده برای چهار ثانیه که به نظر من بهتر اونو شیاف کنه تینکر و رف فلر نو اپلایز روت شاید با این شارده بیلدی بیاد ولی من منظرم تینکر تا ابد مرد یعنی نمیدونم اترلنز به آش بخری بلید بخری بد نی ولی شیوا هم دیگه هیچی بهش نمیده شیوا هم الان بهش آرمور رو اینا میده که نمیخواد اینتلیجنس شیوازگار اصلا چیزش عوض شده شیوازگار الان اینتلیجنس هشتا میده کلا پلیت میل با... میخواد اینم هم... گاب تینکر اصلا باید باش خدافزی کنیم دیگه اینطوری بهتون بگم مگر اینکه باش هکس و اینا بخریم مثلا تینکر رو مثلا با هکس و دگون و اینا بازی کرد اترلنز اینجوری اه... بازم من فکر کنم خیلی ضعیفه بازم من فکر کنم خیلی ضعیف تمش تینکر خدافز تاینی تریگر اپ اون اسپیس دمیج از 20 شده 235 کور تاینیز از بک کولدانش از 23 تا 13 شده 16 تا 13 به به این اینم خوبه وقتی کولدانش cool 16 میشه یعنی سر هر کریپ ویف تقریبا دارتش دیگه سر هر کریپ ویف یه بار یه چوب داره این خیلی خوبه آگانیم شارد ناو اینکریز دمیج آف ترونت تریز بای 100 شارد بخری 100 تام دمیج تریت روز زیاد میشه تاس بونس دمیج اینکریز فروم 100 تا 300 تو 100 تا 400 این فیکاپ حتی دمیج آگانیمش هم زیاد میکنه این خیلی بد میشه 400 تا دمیج تا سالان زیاد میشه تاینی اینی کور به نظرم میتونه آیدیایی باشه حتی وای نات آره تیرین پروتکتور این هم نرف کرده باشن شارش به جای 15 درصد شده 8 درصد امس نایس لیوینگ آرمور هیل کمتر میده ماناکاستش چه ذره بیشتر شده لیوینگ آرمور اصل هیرو که ای بابا اصل هیرو که لول دوشه و خیلی قویه رو آدرس نکرد بابا نمیدونم چه اصراری دارن اسپید بریکر هم همینه بولدوزش رو استاتوس ریزش رو کم نمیکنن چه اصراری دارم اینم همینه این, هم هم این لیچ هیرو رو باید ضعیف کنن نمیکنن اومدن لیوینگ آرمورش رو ضعیف میکنن هیرو هنوز به نظرم قویه واقعا حالا لیوینگ آرمور یه ذره هیل کمتر میده واقعا مهم نیست نیچر گراسپ کولدان ریداکشن از پنج شد 4 اصلا واقعا هر واتاور ایرو هنوزم هم همونه خیلی قویه اه... ویچ بروم چیه دیگه آیتمه وانشات میکنی ویچ بروم ویچ بلید داریم خنده منظورش بود نه بابا با خنده به درد نمیخوره ریونت اه... ریوننت آها ریوننت بروچ آره با حال اون دمج و مجراسی اون دمج و مجیکال بزنه جدی جالبه چقدر بیلد میشه زد این پچ یه سری از چیزای پچ جدید خیلی دوست دارم یه سری از چیزاشو اصلا دوست ندارم ترول واردوگ فرور آقانیم شار چانس آف اکسرا اتک پر ستک اینکریز فرم سه درصد چار درصد اوکی باتل ترانس او ترول واردوگ تو ریسیب مومنت اردرز ایف دیریز نو ولی تارگز ویتین رنج من قبلا اینجوری نبود اگه هیچ تارگتی نبود که این بخواد بزنتش سی را بری باش دیگه قبلا هم همین بود دیگه اون ترول هنوزم من فکر میکنم ترش باشه راست رو بخوای حتی با میل سروم رو نمیم چیجو بشه نبود حالا من یادم این شیش میکرد هیش بی... نه اصلا شیش میکردی کریپ میزدی و میرفتی کریپ دیگه میزدی پس حل آه باک شده بود فیکس کرد تاسک وارلاس پانچ ناو آلسو دیل 50 تا بونست دمج با افکتیت بای کریتیکال دمج دیکریز فرام 400 درصد تو 350 درصد آها اینجا 50 درصد کمتر داره چیز میکنه کریت میزنه ولی به جاش 50 تا دمج داره اضافه تر میزنه که الان تستش ندارم ریاضی محاسبه کنم ولی قاعدتا ارلی گیم بهتره لیت گیم بدتره و رو که ساب بهتر و رو تاسک کور بدتره این تغییر در کل ولی فکر کنم قوی باشه آندرلورد پیت آف ملیس پیت لیست نزن نا دیل تا 50 تا دمیج آپان روتین میده اگه یونیتی روت شه تا دمیج بهش میده اه... تا 100 تا دمیج بهتره بالاتر 100 تا دمیج دمیجش کمتره اه... احتمالاً دیگه آره چون 50 درصد کمتره چقدر بد دمیجش 100 میشه دیگه هیرو به هر حال خیلی بیشترم میشه ابی سال آندرلورد خب این که الان روتش دمیج میده کست پوینتش هم خیلی سریعتر کستش میکنه فینز گیت هم کست پوینتش رو بس خیلی سریعتر کست کنه نصف شده کست پوینتش آنداینگ داینگ سول ریپ ناو تکس آنداینگ داینگ این تو اکاونت وین کانتینگ نیر با یونگ اوکی یه دونه سول ریپش الان نسبت به پچه قبل همیشه بیشتر همیش ماره مانا دیکریز فرام رزا چطوری رستی خوش اومدی مانا کاست فرام سرده تو هم اون داینگ هم قوی کرد زامبستون تامبیو چیکار کردن آقا نیم استان استاندوریشن تامبستون دیوریشن از 3 ثانیه شد 2 ثانیه اوکی مهم نیست اصلا دیوریشنش از 6 ثانیه شد 4 ثانیه اینم به هر حال مهم نیست 4 ثانیه هم زیاده من همونه هیرو ا uh, Health هلت ریجین انکریز فرام نیم تو یک اوور پاور اسلو رزिस्टنسش بیشتر شده 5 درصد فیوری سوایپ دمیج از 10 تا ۷ شده 13 تا 37 اوکی اورسا یه جونی میگیره هم فکر می کنم میاد توی کریی پچ جدید خصوصا این ارلی گیم که این شده 13 تا ۷. این تو لینینگش تاثیر خوبی داره ست تا دمیج ارداف از لول 1 uh, از این خوش باید. Uh, بودم لرک بودم خب خداش وینج فول سپیرید نیدر سواب از 50 تا شده 150 و پنجا سی ست چار سد و پنجا نو لانگر ریدیوز دمیج تیکن ناو گیوز وینج فول دوباره یه ناو اضافه نوشته گین ریدم تو جمله بندیشون ناو گیوز وینج فول سپیرید هن الائی تارگیت ناو گین damage بریر فور ده ثانیه Uh, منظورش اینه که ونچول اسپریت ان الای تارگتس ناو گین دمیج بریر فور ده ثانیه بریر هلت از ایکوال تو اسپل دمیجز والیو یعنی 150 300 450 تا بریر میگیرن که این خیلی بهتره ممکنه بخواید بگی داره نمیدونم لیت گیم تاثیرش بیشتره نمیدونم uh, فلان لیت گیم مثلا تو اگر دمیج ریداکشن داشته باشی از بریر بهتره ولی نه حتی لیت گیم باز بریر بهتره به خاطر اینکه تو میتونی زیر دمجی که میخوری سواب کنی و بیلینک کنی آه. یعنی بیلینکت کنسل نشه من فکر میکنم که بریر همیشه بهتر از دمیج ریداکشنه حتی تو لیت گیم بسه خیلی قوی شده به نظر من آه. تلنت ویو آف ترور آرمور ریداکشن از چهار شده پنج نایس لول بیست پونزه سانی در سواب شده سواب کولان cool شده ویو آف ترور استیلز بیست درصد آف ریدیوز دمیج ان آرمور اوکی چه درصد ندر سواب دمیج ریداکشن ریپلیش شده هیچده سانی در سواب کولان cool چنده مگه سیه هیچده سانی کم میشه میشه دوازده سانیه کایا شیلد زیاد نمیکنه نه کلا چیزی شیل رو زیاد نمیکنه اول اه... اولت ونج الان خیلی دمیج میده 450 تا خیلیه خیلی قوی شده ونج هم واقعا دبلیو به نظرم تو ساپورتا ونج کریستال میدن دیگه چیا بود نگاه میکنی با وینو انسر پلگ وارد وارد دمیج از 13 تا 40 شده 4 38 اوکی لول یک قوی تر لول 4 ضعیف ناکشس پلگ اینیشیال دمج یعنی این در کل به نظر من ضعیف این اینیشیال دمج پنجا تا زیاد شده تو همه لیول ها هم کم شده لیول یک بیست ثانیه خوبه تلنت پوزنسی سلو هم ضعیف شده همون سیم شته تقریبا وایپر ندر تاکسی نو لانگر اپلایز بریک دیگه دوش بریک نمیکنه. کنه ناو اسلوز Attack Speed با C40 50 60 60 تا Attack Speed کم می‌کنه. Now also applies break Viper Strike از این بعد بریک می‌کنه. Movement Slow هم 60 تا 8 به جای 40 تا بهتر شده، کس پوینتش هم بهتر شده. Actually این خوبی داره یه بدی داره؟ خوبیش اینه که یعنی بدیش اینه که خب کولدانش خیلی زیاده یعنی یه بار فقط میتونی بریک کنی مثل ندر تاکسی نیست که دوبار بریزی تو فایت یا مثلا دیوریشن این همش 6 ثانیه است این دیوریشنش خیلی زیاد بود تا زمانی که رو زمین بود بریک بود. اما خوب این اینه که بندازه روت دیگه رابری مهم نیست هر جا بری بریکی ولی این حتما باید بمونی زیرش یعنی استان باشی استان هم میخواست استال می شدی اینو می روت برک می شدی ولی الان دیگه اینو به نظر روت تمومه 6 ثانیه بریک می زنم پارت می این در کل به نظرم قوی تره الان وایپر قوی تر شده رو بی کی بی فکر نمی کنم. بشه برک لیتس سی می امتحان بکنیم رو بی کی بی شیش وایپر که می گیره ولی اینکه بریکش هم بگیره یا نه رو می تست کنیم رو بی -بی بگیره که واقعا توالت محض وایپر خب لول مکس خب این الان شیشون رو ببین شیشون چیزام برک میشه شیشون حالا بی, بی کنی ای بازم برک میشه رو بی, -کی بی هم کار میکنه خب الان دو x توالت شد چون قبلا دو وایپر با بی, -کی بی کار نمیکرد بی کی میکردی برک نمیشدی ولی الان برک میشی آره میزنتت میس نمیده الان تازه داره میس میده خب این می خیلی قویه خیلی قوی تر از چیزی که فکر میکردم خب وایپر خیلی قوی شده وایپر رو همیشه به عنوان چیز پیک تو ذهنتون داشته باشید جله هیروایی که بریک لازمه هم. مثل همین فانتوم اسسین بریستل بک اینا وایپر الان دیگه کونشون میذاره قشنگ ام... تالنت وایپر رو میگی 50 درصد وایپر استرایک مانا کاستن کولدان یزید اون لول 25 حالا یه جوری میگی تلنت داره که گفتم والا کولانش خوبه اوکی یه بار میزنی 6 ثانیه یارو برای که دیگه بسته دیگه چقدر میخوای نه به نوع فرق نکرده خیلی ویسج سول اسامشن دمیجیز ناو کلکیولیتد بیفور ریداکشنز این الان اوپیه به نظر من دیگه چهار تا خطش هم تو سول اسامشن پر میشه تو حتی میارزه اینو دو کنی لول دو کنی قبلا اصلا اینو لولش رو نمیگرفتیم یه دونه بیشتر چون اصلا دمیجش هیچ وقت پر نمیشد ولی الان میشه همیشه د... این خط های پره الان با این تغییر خیلی قوی تر شده لول 15 الان سول اسامشن تارگت از دو شده سه و واقعا هیچ 3 تارگت خیلی الان میشه 15 چپیه رو گرفت خیلی تو خیلی دمجه تو فایل آه... وید سپیریت ویستیج هم به نظر من بیگ دابلیو هست ویستیج هم ریت این ریتش هم اینجوری ببینیم تو ترنت چه خبره پنجا و یک پنجا پنجا و یک پنجا چلا هشت چلا که وید سپیریت آره تلنت 15 قشنگ شیشه زئوس میزنه دقیقا پیمانو مثل سگ باف کردن قشنگ فقط لوندرویدشو نرف کردن هر چی رو دیگه داشت باف اسنپ فایر نمیدونم پاج ویسج دیگه چی بازی میکرد هر باف کردن دیگه وید اسپریتیان اینتلیجنس گین الان از دو سه شده دو نیم رزونانت پالس بریر پر هیرو هیت. الان بیشتر شده ده تا تلنتش هم مانو ریجنش زر قوی تر شد یه زر هم وید سپیریت قوی تر شده بعد وارلاک چی؟ بیس سرنگتش کم شده دوتا مانو کاستش ده تا زیاد شده فیتال بان وارلاک هم یه زر نفر شد ویور تلنت استرنگتش از تا شده هشتا این تنها تالنت استرنگتی بود که حذف نکردن همه تالنت استرنگت ها رو حذف کردن با یه چیز دیگه ولی اینو کم کردن جمینت اتک نو لانگر تالنت 25 نو لانگر اپلایز تو اتکس مید ویا شکوچی ویت آقانیم شارد این هم یه نرفه برای لول 25 ش در کل هیرو تقریبا همونه آه... پاراسپار وید سپیریت خوبه میتونه خوب باشه ویچ بلید جدیده البته استاتی که میداد چقدر بود ویچ بلید جدید اینتلیجنس فقط میداد پاراسما میتونه بد نباشه خوبه کلا پاراسما آیتم دبلیو پچه به نظر اونایی که پاراسما میخرن به نظر خیلی قوی شدن مثل اودی پاک اینا مااناریجن ویچ پلید رو پاراسمانیست جدی ای راست میگی <applause> چرا ماناریجن ویچ پلید رو پاراسمانیست؟ فکر کنم هست اینجا ننوشته امکان نداره نه یعنی یعنی اینو آپگرید کنی مارجنت کم میشه جدی چرا احمقانه باز بز ببینم ویچ بلید ببین الان مارجنم سه و سه شد سه و چار آه... بذار یه کاری کنم well ای بابا نه لاک کامباینین کنم باید بشه چار و نیم قاعدتا الان این باید بشه چار و نیم با این دوتا تازه اگر نخواد اونو باف کنه ولی اینو که آنلا کامباینین کنم مانو هم کم میشه شاید باورتون نشه واقعا ولف بعد جالبه که این آیتم آیتم متا پچه یعنی من اینو تازه این با این توالتی متای پچه هر کی اینو میخره قویه زندگی مار نبای ما کن تو واقعا ولف کک دا ویدیو دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم پاور شات د slows the target for 15.3 درصد decreasing based on time charge and enemies already hit او oh, یعنی yani هم اگر زود کنسل کنی کمتر اسلوب میکنه هم اگر جلوش تارگتی باشه سیمیلاری تو دمیج دلت سلو دیوریشن چهار ثانیه مانا شده صد کلن ران نو لانگر سلو زنه خب این که بدتر شد که با وینران خیلی بهتر سلو میکرد تا با پاورشاد پاورشاد صد درصد نیست این صد درصد بود عجب No longer slows enemies corresponding on scepter effect was also removed Yanshi corresponding on scepter effect was also removed. See Jomle. What there we are. آقانی سرتر دمیج ریداکشن از 35 درصد شده 45 درصد یعنی الان بدون آقانی اسلو میکنه دادش نوشته اسلو نمیکنه آها شاید نوشته به همین طور آقانی من بخری باز اسلو نمیکنه ا منظورش اینه خب قرار آقانیم صرفا وین ران تو چیز میکنه دیگه مهم. اوکی مگه آقانیم اسلو رو بیشتر میکهاصا دست به اسلو میزد مگه آقانیم وین رنجر آقانیم وین رنجر اصلا دستی به اسلو نمیزد فقط سفت میشدی به آقانیمش دیگه و اینویز میشدی یا با با اتکینگ و کستینگ اسپلز نمیدونم حالا واتور این که ضعیف شده تا الان به نظر من دیوریشنش از 3 ثانیه شده 3 ثانیه گیل فورسین قوی شده وین ران ریدیس هم شده 20 درصد پاورشات سلو لول 10 اوکی وین رنجر هم واتوره این رنجر باف شده یاتورو پیک میکنه والا یاتورو پیک میکرد از بچه قبل نمیدونم من که خوشم نیومد از تغییراتش کلا خیلی به نظرم الان ارزش مثلا به اون صورت پیک کردن نداره حالا سر این ده درصده نه من من حال نکردم با وین رنجر وینتر uh, winter wyvern base monoregion فرام from 2500 to نیم اوکی وینتر curse cast range شده 800 نایس کاست شده 200 تا 250 نایس now provide vision over the affected unit and their surroundings اوه oh, این ویژن نمیداد خیلی بد بود ویژنت میرفت الان خیلی خوب شده اصلا این واقعا مشکل بود درست شد پلیبل شد بچه نو لانگر دیلز دمیج بود و هیل... هیلش ولی بیشتر شد دو برابر شده هاجی لیول یک هیلش What هیلش دو برابر شده پشمان دیویچ داکتر کور بعد باش خدافزی کنید تلنت یک و درصد مکس هلت هیل دمیج شده دو درصد مکس هلت وروی استوریشن دمیج ساپش که همونه چت نکته ای نداره ریت کینگ کولدان رینکارنیشن از 180 تا 100 شده 180 تا 120 آخش این نرف خوبیه 6 شده 2 دقیقه این خوبه نیم شارد اردیشنال اسکلتن از 3 شده 2 اه اوکی نیم شارد کولدان cool ریداکشن از 30 ثانیه شده چی؟ نیم سپتر کولدان ریداکشن دیکریز فرام سی ثانیه ثانیه من یک کولدان شیشم کم میکرد آقانی حسن اصلا ریدیوس cool یعنی همه اون چیزها رو که میداد هیچی کولدان cool هم کم میکرد مثلا نمیدونستم شب باورتون نشه سو اینو ندم به نظر من اوکیه کاملا هیرو پلیبل و خفنه اصلا نیازی نداره به کول cool پشمام خب اصلا مهم نیست به نظر من اصلا هیرو هنوز هم قویه حتی این نرف خوبی بود این نرف درستی بود این هم به جای سی ثانیه کم میکرد یعنی قبلا از ست ثانیه میشد هفتاد ثانیه رینکارنیشنش چه توالتی بود واقعا پشمام اوکی تلنت اسکلت ها اتک دمیج از 26 شده 23 اوکی سه تا رو کم کردن سه تا هم تچه قبل دمیج خودشون کم کردن مینیمومش مینیموم, مینیموم اسکلت سپاند اضافه تر از 6 شده 5 اینم هم ضعیف کردن تلنت کیلی و لیول 20 رو قوی کردن از 35 درصد با تمام نرفا به نظرم هیرو هنوز میشه بازیش کرد ولی خب فکر کنم که یه ذره بالانس تر شده باشه ریدکین کین. من فکر میکنم که بالانس تر شد ولی پرت نمیشه بیرون از پچ زوس لایتنینگ بولت الان دو ایکس به کریپا دمیج میزنه نایس الان دو x دمیج میزنه ولی خب نکته ای نداره با یکش انیوی وی فارم بکنی دوش به درد نمیخوره ولی خب حالا اینم یه چیز اضافه تر دیگه یه زوس دیواین داره اتکر دیواین منتا کایای شاتوری باید بزنم خیلی به دلم مونده خب آقا این تغییرات هفته سی و پنج تموم شد دیگه میمونه به نظرم هیروهای منتخبمون رو بگیم توی هر پچ این تغییرات تا اینجا تا من یه ویدیو هم میدم میگم به نظرم بهترین هیروها تو هر رول کدومن فعلا تا با بعدن آمار بیاد ببینیم چرا